سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان من پیگیر کارتون هستم، گفتید که برم قیمت ها و عرض کنم خدمتون، مخصوصا قیمت های منزل و حالا بقیه اجناس رو تو کشورهای مختلف در بیارم. پیگیر داریم میکنیم و خب به چیزای جالبی برخورد کردیم، گفتم با خود شما هم به اشتراک بگذارم که انشالله بتونید استفاده کنید. یه برنامه بچه ها پیدا کردم به نام گلوو که به راحتی توی پلی استور میتونید این را پیدا بکنید، اسپلش هم براتون گذاشتم، نصبش بکنید. وقتی نصبش کردید یه یوزرنیم پسورد براش میذارید که خب مهم نمیدید چی باشه، میتونید یه ایمیل الکی هم اصلا باشه. فقط اون دفعه اولی که خواستم وارد بشم وارد نمیشد، با فیلتر شکن یعنی بس وارد میشد. یه بار که وارد شدم دیگه این محدودیت هم از بین رفت، یعنی محدودیتی الان دیگه نداره، نیاز به فیلتر شکنم نیست. خب اینا یکی از دوستان من که توی کشور اوکراین زندگی میکنه ایشون به من معرفی کرد، چون الان داریم از ابتدا شروع کردیم روی خونه های اوکراین هم برای شما کار بکنیم. ولی این برنامه گلوو به نوعی یه چیزی شبیه اسنپ فود هستش، یعنی قسمت اسنپ فودشه که داره. و حالا اگه بخواید از قیمت برخی از اجناس، از قیمت غذاها و حالا چیزهای مختلف که توی این لیست هستن اطلاع پیدا کنی، از این میتونه استفاده کنید. اون بالا نگاه کنید، اول میزنید، بعد یه نقشه باز میشه. توی این نقشه میتونید که اون منطقه یا کشوری که میخواین بررسی بکنید را ببینید. بعد ببینید جهانیه، یعنی حالا ما این دوستمون توی اوکراین بود به ما معرفی کرد و اصلا خدمتتون، من دیدم تو کشورهای دیگه هم، مثلا توی لهستان هم رفتم زدم دیدم جواب میده، مشکلی وجود نداره. حالا ما همین اوکراین و کیف را مد نظر قرار میدیم و با همدیگه یه نگاهی میخواییم بکنیم. یعنی این پرچم را هر جایی هستش، مثلا الان من میخوام توی کیف بزرگ میکنم نقشه را و خب مراقب باشه مثلا تو پارک جایی هم قرار بگید نمیگیره. یه جایی که خیابون باشه مکانتون رو مشخص میکنید، فرضاً مثلا من میام وسط های شهر اینجا رو در نظر میگیرم، بعد use this point رو بزنید. use this point رو که میزنید اینجا خودش یه آدرس میده، میگه الان شما مثلا تو این آدرس هستی، خب من میگم آره تو همین آدرسم. خب قطعاً اگه شما واقعا اونجا بودید برای شما اصلا پیدا میکرد دیگه، جی پی اس پیداتون میکرد و میگفت دقیقا کدوم آدرسید. ولی الان که ما نیستیم شما آدرس رو میزنید کانفرم میکنیم، یعنی الان ما توی این آدرسیم. حالا فرضا مثلا میریم توی فود، حالا توی رستوران ها رو میزنیم، این بالا میگه همه رستوران ها، اونایی که غذای آمریکایی دارن، اونایی که غذای اوکراینی دارن، اونایی که غذای آسیایی دارن، یعنی اینجا هم میتونید انتخاب بکنید. بعدا ببینید الان پولشون، عرض کنم خدمتتون این RPH که میبینید الان واحد پولشون هستش که گریوه و این واحد پولشون گریوه. بعد الان جالب اینجاست که دقیقا الان یک گریو حدود 1000 تومنه. بعد ببینید اینجا عکسی موتور کشیده، مثلا نوشته 45 گریو یا همون RPH یا حالا 40. ببینید اینا بعضی ها 40 گریو داره، 45 داره. این یکی نگاه کنید اینجا 10ه، نه یکه، مثل اینکه بعد یکه یه گریو. این مثلا اون اسنپ فودش خوبه دیگه، یه گریویه. الان گریو 1000 تومنه، مثلا اینکه الان نوشته 25 گریو یعنی 25000 تومن. بعد اینجا درصد لایکاش هم زده، فرضاً مثلا 297 تا هم نظر دادن که 94% لایک کردن روی مثلا این رستوران. من این را انتخاب میکنم که ببینید الان 45 گریو را خودش خط زده کرده 25 و کیفیت اون لایکش هم که very good هستش. حالا غذاهایی هم که داره شما میتونید اینجا انتخاب بکنید و مثلا چلو کباب هم داره مثلا روش میزنید، حالا میاره دیگه هر کدومش رو زده، مثلا این 299 تا این 158 گریف هستش، یا این چلو کبابه ببینید الان 184 داره، 183 داره، 159 داره، یعنی 159,000 تومن که خب حالا روش میزنیم ببینیم، مثلا که فقط یه نون خالیه و
عرض کنم خدمتتون غذایی که توی این رستوران هست. پس به راحتی شما میتونید انواع مختلف غذا، حالا برگرها رو خواستین، پیتزاها رو خواستید، هر چیزی که هست شما اینجوری راحت میزنید. دقیقش هم براتون نمیشه که مثلا این الان بین 25 تا 23 تا 35 دقیقه به این آدرسی که البته ما زدیم، حالا من نمیدونم این واقعا کجاست، اون آدرسی که ما زدیم کجاست، ولی خب حالا دیگه اینا به زبان روسی هم گویا نوشته. اینجا چیه؟ چیزی نمیدونم چیه واقعا. خنده داره این یه ذره. 161 هزار تومن اگه بدید اینا را، قاطی پاتی ها را، یه ذره تخمر فهمون روش هست مشخصه، میتونید که نوش جان کن. بعد ببینید حالا چیزای دیگه داره، مثلا این قسمت که میرید تو قسمت های دیگهش میتونید که ببینید چیزای دیگه ای که داره. شیرینی نام گویا داشت، من موقع داشتم میچرخیدم داخلش. این قسمت رستوران ها و غذایی ها اینا هست دیگه. سوپرمارکت ها اینا داره، میتونید برید ببینید. شاپ داره، شاپ هایی مثلا لباس و گل و گیفت، جایزه و اونجور چیزا بدید یا اینکه هدیه بدید. اینجا هم سوپرمارکت ها اینا هست و بعد خیلی قشنگ شما میتونید برید و قیمت همه چیزا رو در بیارید. یعنی الان شما اگه خواستید مثلا برید بفهم که توی اوکراین قیمت ها چی جوریه، خیلی راحت ببینید. الان پرسیل هم داره، یعنی مثلا ببینید که این مایه دستشویی و ظرفشویی اینا چه قیمت هستن، که اینجا دیگه قشنگ براتون زده. ببینید الان 14,000 تومان، 14,000 تومان، این یکی 17,000 تومان، 40,000 تومان، 40,000 تومان، 17,000 تومان این شوینده ها مثلا هست، مثلا این یکی 31,000 تومانه. و خب خوبیش اینه که الان واحد پول اینا با ما به 1000 داره میده دیگه. خب پس خیلی راحت اینجا مثلا جوراب بخوای ببینی زده قیمت ها، حالا مردونه زنونه. عرض کنم خدمتتون که فروشگاه های مختلف لوازمی که پیدا میشه را خیلی راحت میتونید از این طریق پیدا بکنید و قیمتاشو بفهمید چند هستش دیگه. الان کافه ها رو اگه بخواییم ببینید براتون گذاشته، حالا کافه بخواییم بدید قطعا شاید کافی بخواییم بگیرید، شیرینی بخواییم بگیرید، چیزایی دیگه بخواییم بگیرید، تمام اینا هست. اینجا مثلا نوشیدنی ها رو گذاشته، حالا الکلی باشه یا چیزایی دیگه، قشنگ براتون مشخص کرده و توی این لیست میتونید ببینید. بعد کشورهای مختلف این چیزاش هم ذره فرق میکنه. یعنی موزه که من زدم توی کشور لهستان آوردم، مثلا میرفتید توی جای مختلف شاید این منوهاش فرق میکنه. مثلا توی رستورانش میرفتیم، توی فودش میرفتیم، به جای 3 تا 2 تا دونه بود. حالا نمیدونم چجوریه، یه خودتون راحت بتونید برید توش بچرخید. آها قسمت مثلا بیمارستان یا هلس و دارو اینا هم داره، دارو ایناش هم دقیقا میتونید بفهمی که حالا وضعیت دارو اونجا چجوریه. حالا اگه ببینیم سیروم هست نیست، در هر حال میرید میگردید دیگه، حالا ماسک و اینجور چیزا وضعیت چجوریه و قیمتاش چجوریه. دیدم برنامه خوبیه و خب به راحتی شما میتونید جاتون هم عوض کنید. مثلا ببینید الان این دوباره اون بالایی رو که میزنین کشورتون رو میارید و عرض کنم خدمتتون، عرض کنم میتونید به راحتی ببینید که کجا هستید. و یه بار دیگه مثلا من اوپن بکنم برنامه را، همون بالاش ببینید آدرس نوشته، آها یه جایی نوشته استریت نمیدونم فلان اینا، اونو میزنم میتونم تغییرش بدم. حالا میبرم مثلا روی کشور دیگه. البته خب بایستی این کشور حتما تحت پوشش این برنامه باشه روی نقشه و برم دیگه. مثلا بدم هامبورگ، برم ببینم مثلا توی هامبورگ غذا به چه صورتیه، قیمت ها به چه صورتی هستش، اینو میذارید. و خب این الان میگه که ببینید الان نوشته به زودی، الان اینجا تحت پوشششون نیست، اینجا تحت پوششون نیست. اون کشورهایی که تحت پوشششونه، جالبه که آلمان الان تحت پوشش نبود دیگه، بعد اوکراین هست، لهستان هم بود. پس احتمال داره که دوستانی برنامه مال شرق اروپا هستش و خب جالبه که احتمالا مثلا روسی باشه، ولی خب لهستان هم الان ورشو رو من زدم بود، همه شهرهاش نیست. ببینید ورشو هست، آها اون شهرهایی که مثل اینکه اینجوری سیاه کرده داخلش ها اونا هستا، میزنیم فرضاً الان ورشو بود. ببینید
جاشو تشخیص میده. یوز دیس پوینت رو میزنیم و کانفرم میکنیم آدرس را. رفت برای لهستان. ببینید الان فوداری که میزنم اینا دوتا شدن، یه سریاش رفت. حالا واحد پولش هم نگاه کنید اینجا تغییر میکنه. الان این چی شد؟ یه زتی گذاشته. حالا من نمیدونم واحد پول لهستان زلوتی هستش دوستان میگم، و نمیدونم هر زلوتی رو ببینید چند تومنه. 7000 تومن، 7 زلوتی هم 7000 تومن هستش. مثلا بیایم ببینیم اینجا فریه پیکش، ببینیم الان پیکاشون فریه. بعد ببینیم چیا داره، ببینیم این چیزایی که دارن. خب اینا گرونه، 49 زلوتی. البته مثل این که سه دستشه، سه دست، یعنی از این سینیا هستش که سه پرس قضا در واقع 49 زلوتی هستش اینجا. و خب دیگه میتونید خیلی راحت دوستان بگردید توی کشورهایی که هست. آن KFC شو بریم ببینیم، KFC شو بریم ببینیم که چند زلوتی هستش الانه. ببینیم اینا بعضیش نمیدونم چرا قفله، ولی این باکسش باز باکسه. ببینید دوتا همبر داخلش داره، نون همبریه داخلش، مثل این که یه چیزهای دیگه است و سیب زمینی و چند تیکه از اون مرغا، از اون کنتاکی ها هستش. 24 زلوتی دیگه، یعنی 24 زلوتی 30 زلوتی میشه تقریبا 210,000 تومان دیگه، درسته؟ 24 تا فکر کنم 140-150 تومان میشه. خیلی خوبه، قیمتش میارزه. 140-150 تومان بدین قشنگ فکر کنم 2-3 نفر با این سیر بشن، 3 نفر به راحتی با این غذا به نظر من سیر میشن. حتی خودش مثل این که زده، آها این پایین زده 2 تا چیز برگر، 5 تا هاتوین، 5 تا هاتوین، 2 تا چیز برگر. و خب مثلا یه چیز ویژه هستش، مثل این که داره میگه میده به شما. به این صورت خیلی راحت میتونید حالا چیزهای مختلف را ببینید. فرضاً این یکی 5 هفته 350,000 تومان، البته 36 زلوتیه، ببخشید. اینم قیمتش تقریبا 40 زلوتی باشه بودن 280,000 تومان میشه، که باز قیمتش قیمت مناسبیه. پس به راحتی شما با این برنامه اندرویدی که نصب بکنید رو گوشیتون میتونید ارسوام خدمتتون برید و ببینید که چه خبره، چه خبره تو کشورهای مختلف و غذاها به چه صورت هستش. مثلا الان پیتزا تقریبا 30 زلوتی میشه دیگه، قیمتش 30 تا 210,000 تومان اون پیتزایی بود که الان به شما نشون دادم، که خب شاید قیمتهای پایینتری هم پیدا بشه دیگه. ببینید الان 26 زلوتی هم داره. بعد محله تا محله شاید فرق بکنه قیمتها. الان اونجایی که من اومدم اول کار گذاشتم و سرچ کردم، من نمیدونم واقعا حالا توی مثلا کشور لهستان توی شهرش توی ورشو که گذاشتیم این مثلا قیمت ها بالا بود پایین بود تو اون منطقه. و ببینید اینجا یه چیزای دیگه هم داره، یعنی این کفشوزکه چیه، یه چیز دیگه هم اضافه شد نسبت به اون اوکراینه، یه چیزای دیگه هم هست دیگه خودتون باید بگردید ببینید اینا چیه. حالا مرسیم خدمتتون دیگه، ببینید دیگه همه نوشیدنی های مختلف و متفاوت هست که اینا هم دیگه از 14-15-17-30 حتی 19-15 بله زلوتی داخل اینا هست که میتونید قیمت ها رو ببینید. برنامه به نظرم جالب بود، گفتم با شما هم اشتراک بگذاریم. برنامه های دیگه هم دارم پیدا میکنم توی این زمینه، انشاءالله که هر اطلاعات خوبی به دستم رسید حتما با شما عزیزان به اشتراک میگذارم. لطفا نظرات خودتون راجع به این ویدیو هم بنویسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.